عشقای یاسی سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بچه تو این ویدیو میخوام در مورد بوتاکس صورت با سیر و همینطور درمان جوش صورت با سیر باهاتون صحبت کنم. اما مثل همیشه اگر که به موضوعات پوست، مو، سلامت زیبایی علاقه‌مند هستین، حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب، ویدیو لایک کنید و این ویدیو برای عزیزانتون شیر کنید و در نهایت نظرهای خوشگلتون رو برام کامنت بذارید. خب همونطور که میدونید بعد از سن 25 سالگی صورت به مرور زمان شروع به افتادگی میکنه و شما کلن باید از یک سری مراقبت‌های پوستی استفاده کنید تا این روند پیر شدن پوست رو در اصل به تعویق بندازید. خب خیلی از عزیزان هستن که ممکنه که حتی پوستشون خشک باشه و این پیوی زود و زودتر اتفاق بیفته و اون هم تنها دلیلش اینه که در از پوستشون دهیدرات هست، یعنی آبرسانی کامل به پوستشون نمیرسه. ولی اینها تنها عامل در اصل افتادگی صورت و همینطور چین و چروک نیست. عامل‌های مهمتری مثل مسائل هورمونی، تغییرات آب و هوا، آلودگی هوا یا مسائل اینچنینی، همه اینها در نهایت باعث میشه که شما صورتتون دچار افتادگی و همینطور دچار چین و چروک بشه. حالا امروز تو این ویدیو میخوایم در مورد بوتاکس سیر صحبت کنیم که میدونم که همونطور که برای من خیلی جذاب بود، برای شما هم قطع به یقین جذاب خواهد شد. بچه های موزه، سیر تو بسیاری از کشورهای دنیا خیلی استفاده میشه. زنان تو کشور دومینیکن از سیر در آرایش ناخون و مانیکور معمولا استفاده میکنن. خوشبختانه در حال حاضر سیب به علت آنزیم هایی که داخلش داره برای از بین رفتن چین و چروک و همینطور جلوگیری از افتادگی پوست خیلی ازش استفاده میشه. این ماده غذایی درست مانند آمپول بوتاکس عمل میکنه، با این تفاوت که کاملا طبیعیه و کلاژن نوعی پروتئین پوسته که ساختار پوست رو حفظ میکنه. اما با بالا رفتن سن این پروتئین از بین میره و چین و چروک ها روی صورت ظاهر میشه. نبود کلاژن پوست رو نازک، شل و افتاده میکنه. علاوه بر روند پیری، عوامل دیگری که به پوست آسیب میرسونن تابش نور آفتاب، استعمال دخانیات، استرس، آلودگی هوا و غیره هستش. در مورد ماسکای زیبایی که باعث درست بوتاکس صورتتون هستش، اگه بخوام باهاتون صحبت کنم، اولیش مواد لازمش 2 عدد لیمو، 1 حبه سیر، روغن کتان 100 میلی لیتر و 500 گرم عسل. نحوه آماده سازی این ماسک سیر، اول بیاید پوست 2 تا لیمو سیب رو کاملا بگیرید و جدا کنید. عسل و روغن تخم کتان رو با هم دیگه مخلوط کنید و مخلوط که آماده شد اون رو داخل یه ظرف شیشه‌ای بریزید و داخل یخچال نگهداری کنید. مصرف 1 قاشق چایخوری از مخلوط نیم ساعت قبل از داشتن 1 وعده غذایی در روز به صورت 3 بار الزامیه. این مخلوط بچه غنی است اسیدهای چرب اومگا 6، اومگا 3 و غنی ترین منابع آنتی اکسیدانی که ترکیبش با آب لیمو به پاک شدن صفرا و کبد کمک میکنه. بچه‌ها یه نکته بهتون بگم در مورد ماسکایی که الان من دارم بهتون میگم، بیشتر این ماسک ها یا ممکنه که به صورت خوردنی باشن یا ممکنه که حالا به صورت ماسک صورت باشه، هر دوتاش میتونه باشه. من حالا هر دوتاشو براتون در میون میذارم دیگه، حالا هر کدوم خودتون دوست داشتید میتونید استفاده کنید. ماسک بعدیمون که پاک کننده سیر و گوجه فرنگی هستش، یه گوجه متوسط رو کاملا له کنید یا رندش کنید، یه حبه سیب رو بکوبید و سیب و گوجه فرنگی هر دو خاصیت ضدعفونی کننده فوق‌العاده‌ای داره که از اونها برای پاکسازی منافذ پوست معمولا استفاده میشه. سیب و گوجه فرنگی رو وقتی که بچه با هم دیگه مخلوط کردین، یه لایه نازکش رو روی پوستتون بذارید بمونه و بعد از هلوش 20 دقیقه اون رو با آب فلم از روی پوستتون بردارید و در نهایت با آب سرد بشویدش. اگه بخوام در مورد فواید سی برای پوست بگم، بچه خاصیت ضد قارچی خیلی قوی داره، به طوری که میتونم برای درمان آکنه ازش استفاده کرد و برخی از متخصصان طب گیاهی معتقدن که سی میتونه حتی برای درمان زخم ها هم مؤثر باشه. اگر شما روی پوست صورتتون پوستتون خشک شده باشه یا پوست پوست شده باشه یا مشکلاتی از این قبیل روی پوستتون با وجود اومده باشه، سیب خاصیت درمانی داره و میتونه این آلودگی ها رو از صورتتون
جمع کنه و باعث شاداب شدن پوست صورتتون بشه. اگه بخوام یه ماسک هم برای از بین بردن در اصل دونه های سرسیاه پوست بخوام بهتون بگم، سیب دو حبه خود شده، یه قاشق غذاخوری بلغوه جوه دوسر، یه قطعه روغن درخت چای، سه قطعه آب لیمو و یه قطعه و یه قاشق غذاخوری عسل. همه این مواد رو به جز عسل با هم دیگه مخلوط کنید، بعد کم کم بهش عسل اضافه کنید و به اندازه ای که کلن چسبنده بشه یه لایه نازک از خمیر رو پوستتون بزنید و اجازه بدین 2 دقیقه رو پوستتون بمونه. سپس به آرامی این ماده رو از روی پوستتون بردارید و بعد پوست رو با آب ولرم یا گرم بشوید. استفاده از این ماسک سی به طور قابل توجهی به کاهش جوش های سرسیاه پوستتون خیلی کمک میکنه. اگر که روی صورتتون زخم دارید یا جای لک دارید، برای این قضیه میتونید از یک حبه سیب خام استفاده کنید و اون حبه سیب خام رو کاملا برش بزنید روی محل لکتون، کاملا بذارید به صورت دوروانی و به حالت مالشی، در حالش 2 دقیقه تا 3 دقیقه مالش بدید و بعد صورتتون رو با آب سرد یا ولرم بشویید. اگر که جزء افرادی هستین که پوست حساسی دارین و احساس میکنین که اگر خود سیب رو به صورتتون بزنین باعث میشه که سوزش اتفاق بیفته یا پوستتون در از نگهداری این سیب روی پوست رو نداره، میتونید سیب رو با آب با هم دیگه مخلوط کنید. اول از همه 2 حبه سیب تازه رو خوردش کنید، با یه قاشق غذاخوری آب یا گلاب مخلوط کنید. مخلوط رو روی ناحیه مورد نظرتون بذارید و بذارید چند دقیقه بمونه و در نهایت صورتتون رو با آب ولرم بشویید. اگر پوستتون حالت سلاح مرده داره و میخواید لایه برداری انجام بدید، کافیه که 4 حبه سیب رو به شکل پوره در بیارید و با 1 قاشق غذاخوری ماست ترکیب کنید. مخلوط رو روی پوست خشک رو تمیز بزنید، اون رو روی پوست ماساژ بدید و بذارید چند دقیقه بمونه و شستشو با این کار باعث میشه که پوستتون تمیزتر بشه و همینطور لکاتون هم از بین بره. ماست و سیب به صورت خوراکی یا موضعی هم میتونید استفاده کنید. 3 یا 4 حبه سیب رو به شکل پوره در بیارید، با 2 قاشق غذاخوری ماست، نصف 1 قاشق چای خوری عسل مخلوط کنید و بعد بذارید به مدت 20 دقیقه رو صورتتون بمونه و بعد با آب بشویدش. اگر هم نخواستید این کار انجام بدید، بچه خوردن این ماسکی که درست کردین هم خودش باعث سلامت پوست و موتون میشه، یعنی هم میتونید ماسکو بخورین همین که روی صورتتون بزنید. درمان موضعی به حال جای جوش و جای لک با سیب و آلوبرا هم فوق‌العاده هستش که کافیه که 2 تا 3 حبه سیب رو کاملا له کنید، با نصف فنجان آب مخلوطش کنید. مخلوط رو به مدت 5 دقیقه بذارید کنار، بعد از 5 دقیقه اون رو با 1 قاشق چای خوری ژل آلوبرا مخلوط کنید. مخلوط رو تا خشک شدن کامل روی پوست نگه دارید و بعد هم صورتتون رو با آب ولرم بشوید. برای دریافت نتایج بهتر به صورت روزانه ترجیحاً از این ماسک استفاده کنید. اگه بخوام یه ماسک دیگه برای از بین بردن جوشای صورتتون هم بهتون بگم، کافیه که 1 قاشق سرکه سیب با 1 قاشق آب مخلوط کنید، 5 حبه سیب رنده شده رو به مدت 10 دقیقه بخیسونید، با استفاده از یه پارچه نازک آب اون رو بگیرید و آب سیب رو به محلول آب و سرکه ترکیب کنید. مخلوط رو با یه پنبه یا گوش باکن به آرامی و به صورت ضربه‌ای روی جوش بزنید و بذارید 10 دقیقه بمونه و بعد در نهایت صورتتون رو با آب سرد یا ولرم بشوید. خب شواهد خیلی کافی برای اثبات تاثیر سیب در درمان و آکنه در حال حاضر به صورت 100% وجود نداره، اما به خاطر خاصیت‌های ضد قارچی و ضد میکروبی که این ماسک داره، خیلی از پزشکا توصیه میکنن که در طول 1 هفته حداقل مصرف 2 الی 3 تا دونه سیب باعث در از سلامتی بدنتون میشه و همینطور باعث رشد مجدد موها و از بین برنده لک ها و تیرگی ها میشه. وقتی به خاطر ویتامین هایی هم که داخل خود سیب هست، اگر جز کسایی هستین که کهیر میزنید، تاول میزنید، واکنش های آلرژیک دارید، خیلی از دکترهای متخصص آلرژی پیشنهاد میکنن که مصرف سیب رو در صورت نداشتن آلرژی
حتما تو برنامه غذاییتون بگنجونید، چون همه اینها در نهایت باعث میشه که شما پوست بهتری داشته باشید، بدن بهتری داشته باشید و همینطور سلامت موهاتون بهتون برمیاد. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که ویدیومو لایک کنید، نظراتتون رو تو قسمت کامنت برای من بنویسید. اگه تا الان چرا یوتیوب منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. براتون سلامتی و عشق آرزو میکنم و ممنون میشم جهت حمایت از کانال من ویدیو برای عزیزانتون شیر کنید. روز خوبی داشته باشید، همیشه حالتون عالی، دلتون خوش باشه.